گذشته به هنگام اعزام سعید متین‌پور به مرکز درمانی خارج از زندان اوین، در پی اعتراض وی به اجباری بودن پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند، اعزام وی از سوی مسئولان زندان لغو شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از اعلام جرم دادستان عمومی انقلاب تهران علیه علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، به دلیل اظهارات اخیر آقای مطهری در مجلس خبر داد. حسین علیزاده، معاون کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه گفت برای ایرانیان خارج از کشور ایمیلی را اندازی می شود تا برای بازگشت به ایران جویای وضعیت قضایی خود شوند. تقی دهقان، نماینده کارگران صنایع مهتاب، از بیکاری کارگران به دلیل تعطیلی موقت این کارخانه خبر داد و افزود کارگران طی 4.5 ماه گذشته حقوقی دریافت نکردند. تیم ملی زیر 22 سال فوتبال ایران در دیداری دوستانه مقابل کره جنوبی با نتیجه 2-3 به پیروزی رسید. این بازی در ورزشگاه المپیک جزیره کیش برگزار شد.